بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی تو این چند روز شنیدید دیگه میگن 99 درصد موشک و پهبات های ایرانی رهگیری شده دیروز حزب الله یه عملیات داشته در منطقه عرب الارامشه بریم فیلمشو با هم ببینیم برگردیم نکات مهمی هست که خدمتون عرض میکنم من صدا رو کم میکنم برای که کوپی رایت نخوریم ببین یه پهپادی ظاهرا دو روز قبل اومده منطقه رو شناسایی کرده تصویر برداری کرده اهداف خودش رو شناسایی کرده بعد از دو سه روز دو سه تا پهباد اومدن خوردن به این منطقه که حالا فیلم اصابت پهبادارم حزب منتشر کرده بعد خود اینها اومدن گفتن که آقا 18 19 نفر زخمی شدن حال دو سه نفرشون هم که خیلی وخیمه دیشب میگفتن 6 نفر الان میگن دو سه نفر اهداف رو میبینید قشنگ رصد کرده اونم تو منطقه‌ای که حفاظت آنچنانی روش نیست یعنی امنیتش یه امنیت نسبیه مثل پایگاه هوایی نواتی و اینها نیست که ما زدیم حالا چطور میشه در یک حمله پهبادی که دو سه تا پهباد اومدن مثلا یه دو تا موشک خورده 18 نفر نوزده نفر زخمی شدن بعد تو حمله ای که 200 300 تا موشک و پهباد اومده و اصابت کرده به اهدافش اینا میگن هیچ خبری نیست چه اتفاقی نیفتاده همه چیز گل و بلبله اینجا نباید شک کنیم اینجا نباید بخندیم به این ادعای مزه که آقا ما 99 درصد رو رهگیری کردیم صداش اصلا با روح و روان آدم بازی میکنه اما این عکس رو ببینید که الان میخوام بهتون نشون بدم این بیمارستانی هست که بابت حمله حزب الله اینا رو منتقل کردن به اینجا میگن 18 19 نفر اینجا زخمی شدن مثل همون داستان آمریکایی هاست که میگفتن آقا سربه خفیف مغزی خوردن حالا تو کانال دوازده خودشون اعتراف میکنن به همین مسئله هیچده نوزده نفر اینجا به فنا رفتن حالا بریم صحبت های تحلیلگر سابق سیا رو هم با هم بشنویم که خیلی جالبه. welcome here, my dear friend. So this morning newspapers and the media are filled with the same story over and over and over again Israel Great Britain Jordan the United States uh, managed to intercept 99% of everything the Iranian میگه امروز صبح تو رسانه ها خبری منتشر شده که آمریکا، اسقاطیل و انگلیس 99 درصد پرتابه های ایران رو رهگیری کردن فقط عکس این تحلیلگر سابق سیاره رو داشته باشید میگه اسقاطیل میگه نه چیزی برخورد کرد نه اصابتی بوده هیچ هیچ اتفاقی نیفتاده چیزی از صد پدافند ما عبور نکرده و ایرانیا تحقیر شدن خب؟ Do you see it that way, my friend? میگه نگاه تو هم, هم به همین شکل دوست عزیزم یعنی تو هم باورت اینه که چیزی برخورد نکرده 99 درصد رهگیری شده uh, no. it looks like, uh, Israel hired ukrainians. Uh... میگه نه انگار اسقاتیل هم همون اوکراینی ها رو استخدام کرده تا همون داستان های پیش پا افتاده اوکراین رو به خورد مردم بدن. Oh yeah, we shot down all those Russian missiles. Uh, و ما تمام موشک های روسیه ها رو رهگیری کردیم. Ignore that burning building behind us. Don't that... به ساختمان هایی که در آتش میسوزن نگاه نکنید. هیچ اتفاقی نیافتاده. باشه، باشه، شما خوبید. Didn't happen, okay? Um, what, what is really telling is that uh you know, if there's a hurt hurricane... یه چیزی که برای من معنا دارد این است که وقتی طوفان می آید خبرنگار ها میرن تا این اتفاقی که افتاده گزارش بگیرن یه وقتی که گردباد میاد سخف خونه ها از جا در میاد یا وقتی تصادف میشه دوباره خبرنگار ها میرن به محل تا اون خسارت میزان خسارت رو نشون بدن اسقاطیل این خسارات رو نشون نمیده hey, میگه چون آسون ترین کار برای اقناع افکارونی میونه که بگه هیچ اتفاقی نیفتاده میگن یه پایگاه هوایی رو زدن is, they they on, بیایید ببینید دیدید هیچ چی نیست رو گذاشتم دیگه صدا و سیما دیروز یه گزارش گرفته خبرنگار این رفته اونجا خیلی مزهک خیلی خنده‌دار یه چاله رو نشون میدن لوله پولیکا اونجا سالم مونده شما تو چهارشنبه سوری خودمون تو این محلهای های پایین شهر خصوصا وقتی این بمب دستی و نارنجک رو به دیوار میزنن یه متر اطرافش سیاه میشه بعد اینا رفتن یه چاله رو نشون میدن که هیچ اتفاقی نیفتاده فقط یه لوله پولیکا اونجا هست. اونم سالم مونده یه موشکی که 500 کیلو وزن سر جنگیشه اصابت کنه به یه جایی هیچ اتفاقی نیفته بعد این تراشقال با افتخار بیاد نشون بده بگه ببین هیچی نشده موشکای ایرانی هیچ ضربه ای نزدن و هیچ اتفاقی نیفتاد و همین تموم شد و رفت خیلی راحت آسون تلیکار کار همینه دیگه شما افکار عمومی رو فریب دادی آیا این به این معناست که اون چاله ها پر میشه اون خساراتی که خوردید جبران میشه نه نمیشه فقط جنگ رسانه میخواهید نبازید میگه حالا بریم سر اصل ماجرا اینا که میخوام بپیچونن اما آسیب شدیدی خوردن یه ویدیویی هست که damage. you can see the uh, there's video of the hypersonic or the ballistic missiles موشک های هایپرسونیک یا بالستیک این پایگاه رو میزنن ما کلیپش گذاشتیم تو کانال تلگرام و ایتا که لینکش زیر همین ویدیو هست اشاره داره میکنه به اون شلیک هایی که سه چهار تا پشت سر هم میخوره hitting the air base. it's at a distance but it's not one it, it, it's at least three 4 میگه یکی هم نیست دست کم سه یا چهار تا که یکی بعد از دیگری به هدف برخورد میکنه. and داره اشاره میکنه به همون ای که گفتم موشکای ما جاخالی میدن میاد پایین موشک پدافند میاد بهش بخوره یه جاخالی میده شیرجه میزنه رو هدفش یکی از شاهکارهای حمله موشکی ایران هم همون صحنه است ایران میگه ایران توانمندی چشمگیری از خودش به نمایش گذاشت. This coordinated attack. این یک حمله هماهنگ بود شبیه بازی شطرنج like draw... نقش سرباز رو بازی میکردن که باید قربانی بشن تا پدافند هوای اسرائیل رو به یه سمت دیگه جذب کنن. Out, uh, uh, followed up With the cruise missiles and the ballistic missiles با he really overwhelmed israel's defense at that point and the us and, and the u k and everybody else who was joining in uh, so the, it was it was really a very smart tactical operation. این یه عملیات تاکتیکی هوشمندانه از سوی ایران بود آره ایران uh, but it also gave them it, it was symbolic because they were demonstrating that for the first time in هم بود نشون دادن این اولین باری بود که در 75 سال گذشته 75 years a country outside of Israel was able to send missiles into Israel and hit targets یه کشور تونسته اهداف خودش رو در اسقاطیل بزنه they were sending a clear message that this is what we can do میگه ایرانی ها این پیام رو به قرب دادن که ما میتونیم. ما تمام قدرتمون هم تازه به شما نشون ندادیم. ما میتونیم شما رو بکوبیم. و اگر بخواید تنش ها رو افزایش بدید بدتر از این هم سرتون میاد. و اگر در آینده شما به ما حمله کنید. Future, you attack us we will attack you in ما تو خود اسقاطیل به شما حمله میکنیم میگه این پیام ایران بود خب حالا اون خود تحقیرها یه سری این وطن فروشا به ما بگن ببین این عرب الارامش است یه بخشیش هم منطقه مسکونیه این قسمت جنوب شرقیش و شرقش چطور میشه در این منطقه ای که منطقه امنیتی نیست خیلی حفاظت آنچنانی نداره خیلی راحت حزب الله میاد پهبادش رو میفرسته رصد میکنه اهداف رو شناسایی میکنه بعد دو روز بعد میاد با دو تا پهباد مثلا میزنه و میره شما اینو دستاورد میدونید به هول و میافتید میگید آقا 18 19 تا نیروهامون اینجا زخمی شدن باید بریم پدر حزب رو در بیاریم فلان بعد تو منطقه مثل نواتین یا مثل اون مرکز رسدی که توی ارزم بزرگتون بلندی های جولان هست اون همه امنیتیش کردید اون همه حفاظت کردید موشک میاد میخوره بهتون هیچی نمیشه و این دستاورد نیست به قول معروف میگه رو که رو نیست سنگ پای قزوینه جمهوری اسلامی از 1300 کیلومتر اونورتر اومده سه تا پایگاهتون رو زده دو تا پایگاه هوایی یه مرکز رصد و جاسوسی 2300 تا موشک و پهباد شلیک شده اومده فیلماش هم هست که برخی از اینا برخورد کرده اینا میگن هیچ چی نشده اصلا درد نداشت چیزی نیست که یعنی واقعا خودتون خندتون نمیگیره اینا مردم خودشون چی فرض کردن اسقاطلی هایی که اونجا میان شعار میدن اینا چجوری میشه اینا مثلا یکی دو ساعته یه اتفاقاتی میفته اینا میرن مسخ شدن یا مثلا تا میگن چیزی نشده افکار میشون آره آقا چیزی نشده ولی تو ایران ما رو نگاه کن همین الان گشت ارشاد گشت امنیت اخلاقی فیلم های پارسال و پیارسال رو دارن منتشر میکنن این سری این شبکه های ماند بعد طرف همین رو تو کانالش بعد برای من میفتاقای وطن است ببین دوباره دارن ناموس مردم میزنن و... میگم بابا این فیلم قدیمیه همون موقع که این فیلم ها میومد بیرون ما به پلیس انتقاد داشتیم آقا این راهش نیست نباید بزنی توبیخش کن گشت ارشاد رو میخوای بیاری ساز و کارهای درست بچین که به اینجا منجر نشه یعنی تو کشور خودمون یه اتفاقی که مال دو سال پیش بوده به الان ربط میدن بعد اینا اتفاقی که الان افتاده ضربه ای که خوردن رو سانسور میکنن کسی حق نداره حرفی بزنه الان تو همین رو تو ایران پیاده کن یا آقا دیکتاتوری شما آزادی بیان چی شد شبکه اجتماعی فلان اینترنت آزاد از این حرفا میزنن دیگه نمیدونم باید به یه عده چجوری ثابت کنیم که ضربه کاری بوده دردشون اومده بدم دردشون اومده یا علی التماس دعا خدا تو